داشتی میگرفتی اینا رو؟ خیلی آرزوی سلامتی واسش میکنم. یه جوری هنوز نرفته، دلم تنگ شده واسش. قشنگ باید مشخص باشه که در نبود من چه اتفاقاتی میفته. استرس دارم فقط. خیلی بسته به شخص داره. میگن آدمی هست که سه روز بعدش قضا میخوره با قاشق. نه اینجوری نه ها. روزای خوب گذشت. زندگی کاری دکتر عباس رو دو بخش تقسیم شد. قبل از عمل دکتر دیو، بعد از عمل دکتر. من بدون دکتر نمیتونم این کلینیکو ببینم. به خاطر همین یه هفته مرخصی بدون حقوق گرفتم فقط برم. شما که وجودتون برام مهمه. خودم فکر می‌کنم 3 روز. شرایط اصلا قابل پیش بینی نیست. ممکنه من 2 ماه نتونم بیام. قرار وصیت نامه خودکار کاغذ آوردم. آدم هم هست که تا 2 ماه چجوری؟ دکتر امیدوارم که همه چی خوب پیش بره. یه قول تختی، یه قول تافودی، تشکالی. تغییر همیشه قشنگه به نظرم. فقط تعریف میکنه. تا 200 دیگه از اتاق عمل میاد دیگه. ببینیم که چه وضعیتیه. ایوا. این بلا فاصله بعد عمل. طبیعی؟ واقعا خیلی پدر خوانده کنه. چرا همه از بود مصبت؟ You don't even think to call me Godfather. الان میشه روز ششم از بعد عملم. چیزی که برای خودم خیلی چالش و جالبی بود و شاید یکی از جذابیت‌های انجام این عمل برای من بود که چگونه میتونم باش کنار بیام، این بود که واقعا چند مدت بعد عمل میتونم دوباره به کارم برگردم. ولی نیم وقت هم چقدر خوب شده. نیم وقت همین الان عباسی میگه که بهش مورفین بزن بهش ببین الان خوابیدم انا خب یا اینجوری شدم بودم خواهد سلفی بگیرم یعنی دکتر. ولی خودت خیلی خوب شدین، فقط یکم این ورماتون. حالا که زودتر اومدین هیچی، ولی یکم لاغت 50% نمیگیم، ولی 30% خواهش میکنم دکتر. چرا؟ خسته نباشید.